خب همیاران ارجمند در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ آقای ایرج مصداقی عزیز در اروپا. آقای مصداقی درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون. خوبه همچنین. آقای مصداقی من با انتقادات شما از سازمان مجاهدین آشنایی دارم. میخواستم ببینم اگر درخواست بکنم از سازمان مجاهدی برای معرفی یک سخنگو یا هوادار یا یکی از رهبران سازمان، شما حاضر به گفتگو هستید یا نه؟ بله، من همیشه از گفتگو استقبال کردم و فکر میکنم که گفتگو بسیار راهگشاست و میتونه خیلی از مشکلات جامعه ما رو حل بکنه. ولی متاسفانه از نظر من سازمان مجاهدین خلق مطلقاً قائل به گفتگو نیستن، مطلقاً خواهان گفتگو با دیگر نیروها نیستن و یکی از مشکلات این سازمان در واقع همینه که در یک دور بسته هست و در یک فضای بسته هستن و به همین خاطر از به نظر من مطلقاً اونها نمیپذیرن نه گفتگو با من رو، گفتگو با هیچ کس دیگه خارج از حیطه خودشون رو متاسفانه نمیپذیرن. نه تنها سر مسائل مربوط به این سازمان یا موضوعات مربوط به این سازمان، نه سر موارد دیگر هم اونها چنین آمادگی رو ندارن. از نظر من این یکی از مشخصات مهم یک جریان یا یک در واقع تشکل فرقه‌ای هستش. خب ببینید، با این تعریف توصیفی که شما به دست میدید یا این مقدمه‌ای که فرمودید و وصفی که از اونا دادید، خب منم بودم جرأت نمی‌کردم دیگه بیام جلو. یعنی شما پیش‌داوری کردید در مورد اینا. خب چی میشه؟ خب اونا میگن نگران میشن دیگه. بله، نخیر، پیش‌داوری نیست، این یک روال و یک در واقع میتونم بگم کارنامه است لااقل 36 ساله در خارج از کشور، به خاطر اینکه نشون بدن بنده اشتباه میکنم، به خاطر اینکه اتفاقا ثابت بکنن من پیش‌داوری میکنم و به قول معروف نشون بدن که اینها ادعاهای پوچیست، میتونن وارد این صحنه بشن و اتفاقا من یا امثال من رو هم شرمنده کنن. خب آقای مصداقی عزیز، خاورمیانه دستخوش تغییره، همه ما میدونیم بگی خاورمیانه خاورمیانه گذشته نیست. ایالات متحده آمریکا در شمال سوریه موفق شد که یک پایگاه هوایی بسیار نیرومند رو در نزدیکی کوبانی ایجاد بکنه. درنچه در برابر چشم دولت مرکزی، امروز دولت‌های مختلفی در سوریه آقای بشار اسد صاحب قدرت، هر کدام تکه‌ای رو از آن خودشون کردن. پس سوریه سابق نیست. عراق در آستانه یک تحول بزرگه، یعنی کردها قرار 25 سپتامبر همه پرسی برگزار بکنن. من سوال کردم از شخصیتی که از شمال عراق آمده بود که فکر می‌کنی چند درصد رأی موافق بودن، گفت 90%. پس تکلیف روشن. سازمان اعلام کرد که تا پایان امسال، یعنی تا چند ماه دیگه، 600 هزار نفر در یمن به وبا مبتلا میشن. این یعنی انقراض یک کشور. یک کشور دیگه در خاورمیانه هم از بین رفت. آقای مصداقی عزیز، چی میبینید اوضاع خاورمیانه رو در آینده؟ من فکر میکنم خاورمیانه با یک بحران عظیمی روبروی، همون بحرانی که 100 سال پیشم باهاش درگیر بود و بعد از فروپاشی عثمانی و به مرزهای جدیدی در منطقه با قراردادهای محرمانه‌ای که بین فرانسه و انگلستان یا بریتانیا اون موقع بسته شد، عملا مرزهایی رو برای خاورمیانه جدید تعیین کردن. این بحران امروز سر باز کرده. این بحران ناشی از دخالت خارجی در منطقه خاورمیانه است و می‌بینیم که علارغم پیشبینی‌هایی که جورج بوش و نو محافظه‌کاران امریکایی مبنی بر آوردن دموکراسی به خاورمیانه می‌کردند، امروز همه اونها با شکست مواجه شده و عملاً بهار عربی به یک خزان عربی منجر شده و با فاجعه‌ای روبرو هستیم که جهان هم به نوعی ازش رنج می‌بره و از اون
ما ترکش های اون به نظر من نمیتونه فرار کنه، کما اینکه میبینیم مشکلاتی که با خاطر همین در اروپا و بسیاری از نقاط دیگه دنیا به وجود اومده. من تصورم اینه که ادامه همین سیاست میتونه مشکلات رو دوچندان بکنه. الان اگر ملاحظه بکنیم سوریه تقریبا با اشتباهاتی که امریکایی‌ها بهش در واقع دست دادن یا مرتکب شدن، چه در دوران اوباما و چه در دوران ترامپ، عملا امروز در دامان جمهوری اسلامی و به خصوص روسیه افتاده و آینده مثبتی نداره. از اون طرف ما عراق رو میبینید با توجه به دخالت نظامی امریکا در این کشور که منجر به فروپاشی دولت صدام حسین شد، عملا دیوی رو که او با زور در بطری کرده بود امروز بیرون اومده و هیچ کسی نمیتونه اون رو دوباره به بطری برگردونه. مشکلات عراق سر باز کرده، دست بالا رو امروز میبینیم رژیم جمهوری اسلامی در اونجا داره. ما با یه جنگ نیابتی هم مواجه هستیم بین ایران و عربستان، چه در سوریه و چه در عراق، و عملا با شکست داعش که در چشم‌انداز قرار گرفته، مسئله دولت جمهوری اسلامی و عربستان امروز به یک فاز دیگری خواهد رفت. میدونیم که پادشاه عربستان هم امروز اعلام شده که ایشون به مرخصی رفتن و اختیارات خودشون رو به ولیعهدشون دادن و این نشون دهنده تغییر تحولات در دولت عربستان هست. یک پادشاه 31 ساله به قدرت میرسه، کسی که تقریبا میتونم بگم تجربه آنچنانی در سیاست جهانی و در سیاست منطقه‌ای نداره، و خب این میتونه به یک در واقع جنگ نیابتی رو تبدیل بکنه به یک جنگ رو در رو بین جمهوری اسلامی و بین عربستان، که عملا هر دو خودشون رو نماینده دو اسلام شیعی و سنی میبینن و به نظر من هر دو به یک اندازه خطرناکه. بس ما چه وضعیتی پیدا میکنیم با توجه به اینکه تقریبا در تمام این بحران ها حضور داریم؟ یعنی پای ما گیره توی باطلاق، چه در یمن، چه در عراق، چه در سوریه و چه در لبنان. ببینید سیاستی که رژیم جمهوری اسلامی در پیش گرفته مطلقاً جنبه ملی نداره، مطلقاً به نفع مردم ایران نیست، مطلقاً منافع ملی ما رو تأمین نمی‌کنه و نمایندگی نمی‌کنه. اونچه که خامنه‌ای مطرح می‌کنه و جناح او و سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدس مطرح می‌کنن، مبنی بر اینکه اونها برای دفاع از حرمین یا برای دفاع از مرزهای کشور در سوریه یا عراق مداخله میکنن، به خاطر اینکه ایران امن باشه، شهرهای ما امن باشه، به خاطر اینکه هر روز در تهران داعش و نیروهای نزدیک به اون ترور نکنن، ما مجبور به این هستیم که این سنگرهای خودمون رو در سوریه و در عراق داشته باشیم. من فکر میکنم اینا واقعی نیست. خود رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های اون، خود مداخلات سپاه پاسداران و سپاه قدس در منطقه و در مشکلاتی که پیرامون ما هست عملا دامن میزنه. یعنی اینها عامل مشکلات هستند، اینا عامل این ناامنی هستند. کشور ما دقیقا محاصره شده با بحران ها، کشور ما همه طرفش جنگ و درگیری و نابسامانی و عدم ثباته. این میتونه هر لحظه دامن ما رو بگیره. این خطری است که آینده ما رو تهدید میکنه، با توجه به اینکه ما مشکلات عظیمی در داخل کشورمون به خصوص در ناحیه مرزها داریم. بسیاری از هموطنان ما در مرزهای ایران رو اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی تشکیل میدن و اونها در طول این سالها رنج مضاعفی رو کشیدن، فشار مضاعفی رو تحمل کردن و با مشکلات محیط زیستی، با جنگ آب، مشکلات عملا ریزگردها، ما میتونیم
با یک جنگ داخلی روبرو بشیم، با یا با یک درگیری های داخلی، با یک مشکلاتی که عملا هیچ کسی نمیدونه چه خواهد شد روبرو بشیم. بنابراین بعد اون موقع یه فشار خارجی یا سوار شدن روی این مشکلات میتونه مسائل ما رو حاد بکنه و بحران های عظیم پیش بیاره. آقای مستاقی عزیز، جنایتکاران در تاریخ اغلب وقتی جنایتی انجام دادن سعی کردن یا توجیه کنن جنایت رو یا انکار کنن جنایت رو. هرگز کسی برای جنایتی که کرده خودش رو را نکشیده. یه اتفاق عجیبی افتاد هفته گذشته وقتی من شنیدم این حرفا رو، به یاد شما افتادم و اون احمد خاتمی رو در نماز جمعه گفت به کسانی که زندانیان رو در سال دهه 60 کشتن توی زندان ها باید مدال داد. یعنی برای اولین بار وپ جنایت از بین میره، هیچ قتل نفس تشویق میشه، بعد حتی درخواست مدال میشه. چه احساسی داشتید وقتی این حرفا رو شنیدید به عنوان یه زندانی اون سالها که شما رو زیادی از دوستانتون از دست دادید یا خودتونم به طور معجزه‌آسا جستید؟ ببینید، من میتونم بگم از یک جنبه خوشحالم، یعنی در واقع یه نوعی از پارادوکس باهاش مواجه هستم، یا یک احساس دوگانه رو دارم. خب از یک طرف این وقاحت رو میبینید، از یک طرف از بین رفتن بسیاری از ارزش ها رو میبینید در کشور ما که یک جنایتکار میاد کاندید ریاست جمهوری میشه، کسی که در کارنامه از جنایت داره و خود دیگر کاندیدا مطرح میکنه جدا از 38 سال گذشته جز اعدام کار دیگه ای بلد نبوده. ولی از یه طرف دیگه مسئله که برای من بسیار بسیار مهمه و فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو با بحران مواجه کرده، خود موضوع کشتار سال 67. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی چرا در 30 سال گذشته نمیگو بیاییم به اینا مدال بدیم؟ چرا در 30 سال گذشته نمیومد بگه در واقع ما افتخار میکنیم به این جنایت؟ امروز مجبور شده. ما 3 دهه از کشتارش از هم تقریبا میگذره، 29 ساله امسال دیگه وارد 30مین سالش میشه چند روز دیگه. بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم که این موفقیت ما رو هم میرسونه در این که مسئله کشتار 67 رو تبدیل به یک مشکل و موزل عمومی در سطح داخل کشور کردیم که ائمه جمعه مجبور به موضع گیری میشن، بالاترین مقامات سیاسی و قضایی رژیم و امنیتیش مجبور به موضع گیری میشن. این رو باید به فال میگیرن. این مرحله ایست که ما باید ازش عبور کنیم. اجازه بدیم اونها افتخار کنند. اجازه بدیم اونها به جنایات خودشون در واقع مدال بدن و دستگل بدن. اما این همه ماجرا نیست. این آغاز یک راهه که قطعا به دادگاه های بین المللی، قطعا به دادگاه های ملی خواهد کشید و اینها بایستی جواب بدن در مقابل عدالت به اون چه که مطرح میکنن. بسیاری از جانیان قبلا به جنایاتشون افتخار کردن. ما امروز به نقطه ای رسیدیم که اونها به جای انکار مجبور به اقرار شدن، مجبور به اعتراف کنن. این چیز کمی نیست و به نظر من جای بسیار بسیار خوشحالی داره. من این از این بابت تبریک میگم به خانواده های جان باختگان، به همه عزیزانی که در طول این سالها تلاش کردند برای اینکه موضوع 67 رو، موضوع قتل عام دهه 60 رو، موضوع جنایاتی که در دوران طلایی امام صورت گرفته رو در موردش روشنگری کنند و امروز میبینیم این رو و از این بابت جای خوشحال است. گرچه این سوال قبلا از شما کردم، اجازه یه بار دیگه بپرسم، برآورد خود شما چیه؟ چه تعداد رو کشتن توی زب؟ من تصورم اینه که اونچه که آیت الله منتظری مطرح میکنن به حقیقت نزدیکتره و تصورم اینه که با توجه به تحقیقاتی که کردم، با توجه به اسناد و مدارکی که حتی در درون زندان و در دوران 3 سال بعد از کشتار 67 که در زندان بودم روش کار میکردم، به اتفاق دیگر زندانی ها، به نظر من چیزی همون در حدود 4000 نفر کشته شدن. 4000 نفر ساده به زبون میاد، 4000 نفر، یعنی 4000 خانوار.
4000 جوان تحصیل کرده، اغلب تحصیل کرده، بلکه دانش آموز، 1000 آرزو، 1000 سودا داشتند. بلکه از اونها میتونستن خدمتگزاران بزرگ باشن، بلکه از اونها نابغه بودن، میتونستن امروز کمک کنن به پیشرفت میهن و مملکت ما. خیلی اسباب تأثیر. آقای مصداقی عزیز، برویم به سراغ رفراندوم نمادین. یک رفراندوم در عراق در پیشه، در اقلیم کردستان عراق. یک رفراندوم رو اپوزیسیون ونزوئلا برگزار کرد در برابر نیکولات مادورو. 7 میلیون چند در این رفراندوم شرکت کردن. سوال من اینه که ما ایرانی ها میتونیم یک رفراندوم نمادین برگزار کنیم در خارج، که احتمالاً داخل هم بتونه از طریق شبکه های اجتماعی در شرکت کنه؟ ببینید، در هر صورت موضوعات متفاوتی هست. اون چی که در کردستان امروز باهاش مواجه هستیم در واقع یک خواسته است در بخشی از خاک عراق، و این مردم عراق هستند یا مردم کردستان هستند که میبایستی راجع به سرنوشت کشورشون یا سرنوشت میهنشون تصمیم بگیرن. به طور فردی من میتونم موضع خودم رو اعلام کنم، من این نوع تحرکات رو به نفع مردم حتی کردستان نمیدونم، به خاطر اینکه من فکر میکنم ایجاد مرزهای جدید هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و در گذشته هم حل نکرده، به خصوص در منطقه‌ای که میبینیم با درگیری های مختلف مواجه هست، کشورهای مختلف، منافع مختلف در هم گره خوردن و بسیار بسیار موضوعات پیچیده‌ای در اونجا هست، و این میتونه به خون و خون ریزی و میتونه به مشکلات عدیده بیشتری دامن بزنه، در حالی که من فکر میکنم با یک مشارکت عمومی بهتر میشه از پس مشکلات و مسائل برآمد. ولی در هر صورت این موضوعی است مربوط به اونها. ببینید، مسئله یک رفراندوم در خارج از کشور در ارتباط با نظام سیاسی حاکم بر کشورمون، من فکر میکنم به جای این کارها ما بایست به حرکتمون به سمت یک اقدام عملی باشه. حالا نه لزوما ما در خارج از کشور، جامعه ایرانی، مردم ما که وارد این کارزار بشن. ببینید، هر کسی که بخواد این رفراندوم رو برگزار کنه، شما مطمئن باشید از اون جایی که نمایندگی مردم را نداره یا مورد توجه مردم نیست، عملا با بایکوت بخشای دیگه مواجه میشه یا با سردی باهاش برخورد میکنن. عملا من چنین تلاش هایی رو به خصوص در خارج از کشور موفق نمیدونم و عملا فکر میکنم راه به جایی نمیبره. نگاه کنید، حتی تشکل هایی که ایجاد میشه یا تلاش هایی که صورت میگیره برای ایجاد تشکلی به عنوان یک نیروی اپوزیسیون یا نیروی جایگزین در داخل کشور تا کنون با شکست مواجه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع رهبری، موضوع آلترناتیو، موضوع یک نیروی جایگزین با این نشست و برخواستن عملا ایجاد نمیشه. رهبری یک جنبش در واقع یا یک آلترناتیو در مجرایی که اون جنبش آغاز میشه و در مسیری که اون قرار میگیره اون تعیین میشه. شما ملاحظه بکنید، جنبش مشروطیت رو ما داریم، در یک بستر ایجاد میشه که اون بستر در واقع میخواد که استبداد پاسخگو بشه، میخواد اون رو مشروط کنه. بنابراین میبینید رهبران اون رو هم کسانی به عهده میگیرن که این خواسته رو نمایندگی میکنن، علارغم اینکه مذهب بسیار قویه، علارغم اینکه مراجع تقلید بسیار بسیار قوی هستند و نفوذ دارن تو جامعه ایرانی، میبینیم اونها هم عقب ماجرا میفتن یا پشت کسانی که این رو در واقع رهبری میکنن قرار میگیرن، و حتی در اون جامعه سر شیخ فضل الله نوری به خاطر ایستادگی در مقابل این خواسته بالای دار میره و هیچ اتفاقی در جامعه ایران همین رو در جنبش نفت ما میبینیم. دکتر مصدق به خاطر اینکه ببینید جنبش در یک مجرای خاصی است، ملی کردن نفت، و اینجا رهبری خودش رو پیدا میکنه که دکتر مصدق هست، و اونجا کاشانی و روحانیت با تمام نفوذی که دارن مجبورن که در
پشت صف قرار میگیرن و همین مشکلی که اونها رو به دشمنی با دکتر مصدق ما میداره، باختن صحنه. و بعد شما در سال 42 میبینید، در سال 42 از اونجایی که یک خواسته هایی که مطرح شد، این خواسته ها مجرای خودش رو در خمینی پیدا کرد. اونها چی بود؟ مخالفت با حضور زنان، مخالفت با در انتخابات، مخالفت با اصلاحات، و اینا چیزایی بود که در واقع خمینی مطرح میکرد و یک جنبشی رو ایجاد کرد، یک مجرایی رو ایجاد کرد که قطعا سرش خمینی بود و میشد، به خاطر که او نشانه یا سمبل ارتجاع بودش و عقب ماندگی، و به خاطر همین هم جنبشی که برپا کرده بود از همون سال 42 یه جنبش عقب مانده و ارتجاعی بود. و من فکر میکنم یکی از کارهای مثبتی که محمد رضا شاه انجام داد، به خصوص نقش مهمی که علم داشت، سرکوب این جنبش بود. ما نکبت وگرنه انقلاب اسلامی رو 15 سال زودتر داشتیم. حتی انقلاب 57 هم شما نگاه کنید، با یک نامه یا یک مقاله در روزنامه اطلاعات شروع شد، یعنی مجرا مشخص بود. بنابراین اونجاست که ملاحظه میکنید خمینی در رهبری اون قرار میگیره. حتی چهره‌های ملی، جبهه ملی، نیروهای ملی، کانون وکلا، گروه‌های سیاسی، حتی چپ ایران پشت سر خمینی قرار میگیره، پشت اون میاد. در جنبش 78، جنبش دانشجویی، اگر نتیجه، اگر منتج میشد به یک جنبشی، به یک حرکت عمومی، قطعا در اونجا یکی از میان جنبش دانشجویی میومد بالا، قطعا یکی از اونجا خاتمی نمیشد، دولت او نمیشد، یه چیزی که ما الان نمیدونیم کی چی و چطوری، ولی از درون همون جنبش دانشجویی میومد بیرون. حتی میتونست، لزوما نمیگم مثبت میشه، میتونست دفتر تحکیم وحدت باشه، میتونست یک مجموعه ای از دانشجویان بشه. سال 88 هم ملاحظه کردید که خب موسوی اومد. چرا؟ به خاطر اینکه این جنبش حول یک خواسته های شکل گرفت، اونم رأی منکوب یا مخالفت با انتخابات، نتیجه انتخاباتی که وارونش کرده بودن. بنابراین رهبریش قطعا موسوی میشه، قطعا او در رأسش قرار میگیره. شما اگه یه هفته قبلش به من میگفتید موسوی رهبر جنبش میشه، یا اگه من میگفتم، همه میگفتن این حالش خرابه. واقعی هم بود، به خاطر اینکه کسی فکر اینو نمیکرد، اما میبینیم که میشه. بنابراین در امروز هم در آینده ایران چه اتفاقی میفته نمیدونم، برای اینکه باید دید جنبش، یعنی چه جنبشی در داخل کشور ما خواهیم داشت، از چه مجرایی رو انتخاب میکنه، اون وقتی که رهبری خودش رو هم ایجاد میکنه، یا از میان رهبرانی که هست، یا از میان شخصیت ها و افرادی که هست، یکی رو انتخاب میکنه، یه جایی رو انتخاب میکنه، هیچ کدوم از ما نمیتونیم حدس بزنیم. بنابراین ما میبایستی به دنبال اون مجرا باشیم، ما میبایستی به دنبال اون حرکت و جنبش باشیم، حالا چه در داخل ایران مردم، حالا چه نیروهای اگر فکر میکنن میتونن مؤثر تاثیرگذار باشن، مثلا این مسئله است. وگرنه من فکر نمیکنم خود موضوع رفراندوم یا حرکت های اینچنانی بتونه تغییر تو جامعه ایران ایجاد کنه. تشکر میکنم آقای مساقی عزیز، تا دیداری دیگر، سپاس از حضور شما. خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان عزیز که با ما هم. ممنونم. خب همینان ارجمندم، از این لحظه برنامه در اختیار شماست. فقط کوتاه درود بر شما، بفرمایید. آقای میگودی اوقاتون بخیر. آلوان شما، درود بر شما، بفرمایید. دانیال هستم، عرض کنم خدمتتون که سوالی که از آقای مستاقی کردین، یکی دو بار گذاشتم، چند هفته گذاشته از ایشون کردین، راجع به اینکه بالاخره تو اپوزیسیون خارج از کشور چی کار میتونیم بکنیم. بله بله. به اصطلاح اینجا آقای نامید کننده رو میده. ببینید این فاکتوری که 6 میلیون جمعیت خارج از کشور الان 30 چند سال خارج از کشور هستن، چیزی در حد کمتر از 10% جمعیت ایران، این برای اولین بار تو تاریخ نه تنها چند صد سال بلکه تو کل تاریخ ایران بوده، اونم با این به اصطلاح امکانات و توانایی که مردم ایران خارج از کشور دارن، چه بخش سیاسیش، چه اجتماعیش، چه فرهنگیش، چه علمیش. اینه که موقعی که این آقایون میان و به قول معروف به عنوان چهره های اپوزیسیون، چون خودشون با هم دیگه اختلاف دارن و نمیتونن به توافق برسن، میان به قول معروف اینجوری ناامیدانه چیز میکنن. بنابراین تقاضای ما اینه کسانی که بعد از 30 چند سال تجربه و زندگی تو خارج از کشور، حالا 10-20-30 سال به این نتیجه رسیدن، خب میتونن از به اصطلاح از اپوزیسیون بکشن کنار و میدون خالی کنن برای کسانی که میتونن از این فرصت استفاده بکنن. کما اینکه ببینید الان یه فرصت تاریخی پیش اومده
با بودن آقای ترامپ و کسانی که حد به اصطلاح با جمهوری اسلامی ظاهرش نشون میده که به هیچ نمیخوان سازش بکنن، حتی تو این موقع تو این موقعیت چه صداتون قطع میشه؟ آقای دانیال صدات قطع شد باباش. الو. خب نه مفهوم. اولا این حرف هایی که ما شنیدیم ابراز نومیدی نبود، حرف آقای مصداقی این بود که در بستر تاریخ و با توجه به اینکه تحولات بزرگ در راه، یعنی تحولات کلام در راه، هیچ کس در این زمین نمیتونه تردید داشته باشه، هیچ کس. ما رو گسلیم، تمام خاورمیانه امروز تو گسله. تغییرات قطعی و حتمی است، یه دوره خرابی و ویرانی و بعد البته دوره سازندگی هم شروع خواهد شد، ولی فعلا ما در دوره منفی خاورمیانه، در دوره تخریب هستیم، به اصطلاح در دوره خاکبرداری هستیم. آفریقا وضعش داره متفاوت میشه، امروز هم دوباره هشدارهای در این زمینه داده شده، طرحهایی رو الان کشورهای مختلف در مورد آفریقا گشتن روی میز، چون میگن در سال 2017 هیچ شخص این همه پناهجو به آمریکا به اروپا نیومده بوده از آفریقا و این همه پناهجو در دریای مدیترانه غرق نشده بوده، یعنی مسیر کاملا عوض شده. یه موقع نگرانی اروپا از مسیر سیلاب پناهجویی بود از سمت ترکیه به سمت اروپا، این مسیر رو در ترکیه متوقف کردن، از سرچشمه گرفتنش، اما جلو هجوم پناهجویان یا سیلاب پناهجویی از طریق مدیترانه گرفته نشده و الان نگاه متوجه آفریقاست. باز خوشحال آفریقایی ها. درود بر شما، بفرمایید. الان بیشتر سردیم. درود، بفرمایید. بفرمایید. الو. جونم بفرمایید. درود بر شما جناب بودی. قربان شما، درود بر شما. من اسم هست کیومرث، از پورتلند اورگون مزاحمتون میشم. خواهش میکنم بفهمید کیومرث خان. ارادت فراوان به شما دارم. شما لطفا. شما چند بارم نشه که مدام رو خدین جریان رو گفتم خدمتتون. آقای میبودی، شما که اگر در جنوب افغانستان یک دختری مورد تجاوز قرار میگیره، در تانزانیا یه مردی به در زندان میفته، در هر گوشه دنیا ظلم و ستمی هست، شما تناکس هستید که مطرح میکنید، چطور در ایران ما وقتی یک پهلوان، یک پوریای ولی، یک تختی، یک کسی که از یک نمیدونم نجابت یک دختر دفاع میکنه، از یک آخوند کسافت بوگندو خودشو جلو میندازه، سفر بلا میکنه و وقتی تیر میخوره فریاد میزنه جانم فدا ایران، شما از این چرا یاد نمیخواید آقای میبودی؟ چرا شما یک برنامه رو به خاطر این مرد نمیذارید و روح بزرگ اون رو شاد نمیخواید؟ آقای میبودی، ما شما رو دوست داریم، باور کنید من تمام اشعار شما رو بیشتر شرطفت هستم. من میترسم، دلم واقعا وحشت دارم از این که یک روزی 10 سال دیگر، 15 سال دیگر، 20 سال دیگر یک کتابی منتشر بشه و روی اون نوشته باشم معمای علیرضا میبودی. آقای میبودی، دستمون به دامن شما، در این برنامه هاتون تجدید نظر بکنید، اینقدر یک نواق نباشه، ما شما را دوست داریم و به شما دل بستیم، تا دیگه مربوط به خود شما هست، اگر امر ندارید من گوشی رو بذارم. نه ممنون، تشکر میکنم. قطعا برنامه ها رو درست نگاه نکردید. من راجع به این پهلوان بزرگ صحبت کردم در برنامه، خیلی هم اظهار تأسف افسوس آدم میخوره که یک جوان ایرانی در برابر یک آخوند و مرده اون بیسته، به خاطر تعرض به چند دختر او رو با گلوله هدف قرار بدن و ملتی داغدار بشه. این حرف رو زدید که اون بقیه رو بگید، اون یه مسئله دیگه است، معمای علیرضا میبودی، یعنی چی رو میخواید؟ ممنونم از تو، یه نظری بود دیگه، اب نداره. درود بر شما، بفرمایید. والا نمیدونم تنوع یعنی چی، باید چه کار کرد؟ میبودی سلام، درود بر شما.
درود در شما، بفرمایید. در خدمتتونم. من می‌خواستم بگم در درجه اول من همون کسی هستم که احصای سمرقند و بخارا رو برای شما فرستادم. آوا آوا چقدر لطف کردید، ممنونم از شما. خوش گذشت در اونجا به شما. بله. خوش گذشت بهتون. بله، من در دائم در دنیا سفر می‌کنم. خاطر کارم که تو کار هتل هستم. بله، من اونجا هم خیلی خوشم اومد برای اینکه در تاجیکستان اتفاقا زبان فارسی صحبت می‌کنن. چقدر جالب. چقدر خوشحال شد. خیلی ممنونم از عکسایی که فرستادید. دلیل تلفنم این بود که راجب اظهاری که آقای سازگار کردن راجب ترامپ که میگفتن وسط امریکا مهم نیست و اونا به ترامپ رای دادن و در ساحلان امریکا همه به مخالفش هستن. باید ایشون این نکته مهم رو میگفتن که اونا مادام العمر دموکرات هستن و هر کسی که در موقع انتخابات میشه، هر کسی که دموکراته اونا طرفدارشن و هر کسی که رپابلیکنه اونا مخالفشن. برای همین فرقی نداره ترامپ باشه یا هر کس دیگه، اونا مادام العمر دموکرات هستن، طرفدار اونایی که در ساحلان آمریکا زندگی میکنن. تشکر میکنم، لطف فرمودید. ممنونم. ممنون. سپاسگزارم. سی ایالت کالیفرنیا هم چندین ایالت های بینابین داریم، تعدادشون هم البته زیاد نیست. ایالتایی داریم که در بس جمهوری خواه، ایالتایی داریم در بس دموکرات هستند. آقای ترامپ در 17 ایالت آمریکا بالای 50% تاییدیه داره، نرخ تاییدیه و محبوبیت داره، این شاید درست‌تر باشه. در بقیه ایالت ها نرخ محبوبیت بین مثلا 20 تا 30 هم چیزیست. دارم من فهرستش هم دارم، میتونم حتی براتون بخونم که میزان این آخرین نظرسنجی گالوپه. اما دیروز یک نفر کارشناس اقتصادی آمده به تلویزیون فاکس بهش مصاحبه کردن، میگفت توی 6 ماهی که آقای ترامپ اومده آمریکا 4,100,000,000,000 ثروتمندتر شد. میگفت ما چه مخالف ترامپ باشیم چه موافق ترامپ، ولی یه واقعیت که من به عنوان کارشناس دارم میگم، ما 4,100,000,000,000 ثروتمندتر شد. نظر این کارشناس اقتصادی در آمریکا، ما میلیاردری داریم مثل آقای جف بیزوس، یعنی مدیر آمازون دات کام، که روزی 133,000,000 دلار درآمدش روزی 24 ساعت. برم رو خط دیگری. درود بر شما، بفرمایید. آمی بودی آقاتون بخیر، ببخشید من تلفنم قطع شد. 30 ثانیه دیگه وقت داری، 30 ثانیه هم به مال شما، بفرمایید. ببینید من یه مثال بر شما میزنم. ما در لس آنجلس به عنوان پایتخت سیاسی فرهنگی ایرانیان 30 چند سال این هم امکانات داریم. توی مذاکره، توی به اصطلاح پس پرده، کسانی که از این امکانات استفاده میکنن، یکیشون مثل همین جناب شاهزاده رضا پهلوی تو بحثای خصوصی میاد میگه آقا تلویزیون های فکستانی لس آنجلس در صورتی که همسال ایشون 30 چند سال حمایت گرفتن، همسال به طور مثال آقای دورمانی چند سال اخیر این همه به اصطلاح سرمایه گذاری روشون کرده، این هم پول در اختیارشون گذاشته، تلویزیون شخصی برایشون درست کرده، آخر وقتی میخواد از این امکانات یاد کنه به عنوان تلویزیون های فکستانی نام ببره. بنابراین مسئله اینجاست که آیا ما واقعا باید این دور باطل با این افراد ادامه بدیم؟ همون جور که به قول من، خب بذارید چون محبس دیگری اصلا شما مطرح کردید، به من رو داره باید تشکر میکنم. دادی دلیگه.